سرخط خبرها بمباران های سنگین بامدادی جنگنده های ترکیه در شمال سوریه ماجرای واردات موزهای اسرائیلی به ایران چیست؟ سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. بمباران های سنگین بامدادی جنگنده های ترکیه در شمال سوریه بامداد یک شنبه حملات جنگنده های ارتش ترکیه در مناطق مختلفی از شمال سوریه ادامه یافت و در این حملات بخش مختلفی از مواضع نیروهای کرد سوریه هدف بمباران قرار گرفت بر اساس گزارش ها در ساعت ابتدایی بامداد جنگنده های ترکیه به مواضع مشترک گروه کردی یگان های مدافع خلق YPG و ارتش سوریه در تل رفعت و اطراف پایگاه هوایی مناق حمله کردند. حمله جنگنده های ترکیه به پایگاه هوایی مناق در حومه شمالی حلب که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و ارتش سوریه است، همچنین در ساعت بعدی بامداد نیز ادامه یافت. پس از آن جنگنده های ترکیه اهدافی را در روستای مرآناز در حومه شمالی حلب که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است، هدف قرار دادند. کاروان نظامی نیروهای مسلح ترکیه سپس به منطقه و گذرگاه مرزی اونجا پینار منتقل شد و آنگونه که منابع میدانی گزارش دادن ارتش ترکیه از طریق گذرگاه بابل سلمه به تقویت مواضع خود در این منطقه پرداخت همزمان شلیک توبخانه از پایگاه های نظامی ترکیه در جرابلس به سمت مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه در حامی شرقی حلب نیز ادامه یافت و این ها تا ساعت نیمه بامداد همچنان ادامه داشت است به طور کلی گفته شده است که گلوله باران جنگنده های ترکیه در اطراف شهر کوبانی متمرکز شده است شهری که سنگر مقاومت کوردها در برابر داعش نیز به شمار می رود این شهر که به عربی عین العرب نامیده می شود اولویت اصلی ارتش ترکیه در صورت حمله احتمالی زمینی به شمال سوریه است همزمان گزارش شده که ارتش دولتی سوریه که با نیروهای کرد در این منطقه در یک جبهه قرار دارد نیروهای کمکی قابل توجهی را به آنجا اعزام کرده است سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر سوریه در همین ارتباط اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه روز شنبه حدود 20 خودروی زرهی از جمله تانک و توبخانه را در این جبه واقع در مناطق شمالی سوریه مستقر کردند. هواپیماهای ترکیه نیز شنبه بر فراز مواضع ارتش سوریه در اطراف کوبانی شلیک کردند. آنکارا حزب کارگران کردستان پیکیکه را عامل حمله می داند که در 13 نوامبر در استانبول شش کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشت. از سوی دیگر همزمان با بمباران مناطقی از شمال سوریه توسط جنگنده های ترکیه، مظلوم عبدی فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک که مورد حمایت آمریکا قرار دارد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در حسکه سوریه گفت که نیروهایش عملیات علیه گروه تروریستی داعش را به دلیل حملات ترکیه شمال سوریه متوقف کردند. بر اساس آمار سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در جریان تشدید تنشا در 5 روز گذشته 67 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. ماجرای واردات موزهای اسرائیلی به ایران چیست یکی از وارد کنندگان مشهور موز به ایران رابط نزدیکی با برخی کمپانی های اماراتی دارد که از جمله آنها کمپانی فرش فروتس به مدیرعاملی رضا المنصوری است شرکت فرش فروتس در سالهای اخیر شریک اصلی اسرائیل در امارات برای واردات میوه از سرزمین های اشغالی فلسطین بوده و اکنون در یک پرونده مشکوک قصد خروج مخفیانه 20 میلیون دلار اموال مصادره شده از ایران را دارد